در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از اعلام آژانس درباره قصد ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم، رد شدن وتوی ترامپ در مورد بودجه دفاعی آمریکا توسط کنگره، ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر شنبه 13 دی به بیش از 84 میلیون و 500 هزار نفر افزایش پیدا کرد و شماره بهبودی یافتگان به مرز 60 میلیون نفر رسید. تاکنون حدود 1 میلیون و 840 هزار نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. همزمان با گسترش گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان، بیمارستان‌های اضطراری بریتانیا که در ابتدای شروع همه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، بازگشایی شدند. از سوی دیگر، اسپانیا که توانسته بود شماره مرگ‌های روزانه کرونا را به کمتر از 100 نفر برساند، بار دیگر با افزایش فوتی‌ها و مبتلایان روزانه روبرو شده است. شمار فوتی‌های مکزیک نیز به حدود 1000 نفر در روز افزایش پیدا کرده است. طبق آمارها، تعداد مبتلایان جدید عراق به کمتر از 1000 نفر در روز رسیده است. مرگ‌های روزانه این کشور در روزهای اخیر نیز کمتر از 20 نفر گزارش شده است. سازمان‌های مردم نهاد و چهره‌های مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشر از رهبران کشورهای جهان خواستند تا امکان دسترسی میلیون‌ها پناهجو و جنگ به واکسن‌های کووید 19 را فراهم کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را صادر کرده تا راه برای استفاده از این واکسن در کشورهایی که مایل به تهیه آن هستند هموار شود. اعلام آژانس درباره قصد ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در نامه‌ای به این سازمان از برنامه خود برای غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت فوردو خبر داده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به این موضوع که سازمان انرژی اتمی ملزم به اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص برنامه هسته‌ای است، گفت: ما به آژانس اطلاع داده‌ایم که بازرسان خود را به ایران بفرستد و تجهیزات هسته‌ای را فک پلمب کنند تا ما تحت نظارت آژانس بتوانیم در آینده نزدیک کپسول گاز اورانیوم را تعویض کنیم. رد شدن وتوی ترامپ در مورد بودجه دفاعی آمریکا توسط کنگره. برای نخستین بار در طول دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، وتوی رئیس جمهور آمریکا در مورد تأمین بودجه دفاعی توسط کنگره لغو شد. دونالد ترامپ که در چند هفته آینده کاخ سفید را ترک خواهد کرد، نسبت به برخی مفاد این بودجه به ارزش 740 میلیارد دلار اعتراض و آن را وتو کرده بود. دونالد ترامپ به خاطر برخی سیاست‌های مربوط به این لایحه، از جمله محدودیت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و اروپا، با آن مخالفت کرد. در آمریکا، لوایحی که در کنگره مورد تایید قرار می‌گیرند، برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای رئیس جمهور برسند. زمانی که لایحه به خاطر اختلافات سیاسی توسط رئیس جمهور وتو می شود، قانونگذاران می توانند با کسب اکثریت آرا در سنا و مجلس نمایندگان وتوی رئیس جمهور را لغو و لایحه را به قانون تبدیل کنند. ادامه قتل های هدفمند در افغانستان. بسم الله عادل، مدیر مسئول رادیوی صدای ولایت غور، پنجمین خبرنگاری است که در طول دو ماه گذشته در افغانستان کشته می‌شود. این خبرنگار افغان بر اثر تیراندازی افراد مسلح جان خود را از دست داده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این پنجمین مورد از ترورهای هدفمند علیه روزنامه‌نگاران افغانستان در طول دو ماه گذشته است. مقامات افغان طالبان را مسئول اکثر این قتل‌ها می‌دانند، اما طالبان اعلام کرده در ترور روزنامه‌نگاران نقشی ندارد. برگزاری رفراندوم قانون اساسی در بلاروس. طبق اعلام الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، رفراندوم مربوط به تغییرات قانون اساسی این کشور برگزار خواهد شد. لوکاشنکو که از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست همواره با اعتراضات و تظاهرات روبرو بوده، زمان دقیق برگزاری این همه پرسی را اعلام نکرده است. در صورت برگزاری این رفراندوم و تغییر قانون اساسی بلاروس، اختیارات رئیس جمهور کاهش و قدرت مجلس این کشور افزایش می‌یابد. لوکاشنکو توانسته با استفاده از اختیارات قانون اساسی از 26 سال پیش تا کنون بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند. درخواست پاپ برای برقراری صلح در یمن. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، نگرانی خود از افزایش خشونت‌ها در یمن را اعلام و بر لزوم دستیابی به راه حل‌های سریع به منظور تقویت صلح در این کشور تاکید کرد.
در خبری دیگر از تحولات یمن، مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور، کشته و زخمی شدن بیش از 70 نفر بر اثر انفجار در فرودگاه عدن را جنایت جنگی خواند. دولت تازه تأسیس یمن که مورد حمایت عربستان و امارات قرار دارد، چهارشنبه وارد فرودگاه عدن شد که همزمان 3 انفجار در سالن این فرودگاه رخ داد. انفجارهایی که مرگ 26 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر را در پی داشت.